همراه میشیم با همکارم بابک اسحاقی در تل‌آویو. بابک، میبینیم که اسرائیل به سوریه حمله کرده، این سومین حمله گسترده این کشور به سوریه و جنوب لبنان علیه تاسیسات و اعضای حزب الله لبنان در دو هفته گذشته است. از آخرین وضعیت در جبهه شمالی اسرائیل بگو لطفا. با آنکه هر روزه تنش بالا و پایین میره بین حزب الله لبنان و ارتش اسرائیل، اما در دو هفته گذشته ما شاهد افزایش حملات بسیار گسترده اسرائیل در جنوب لبنان بودیم. بیشتر اهدافی که اسرائیل به اونها حمله میکنه پرتابگرهای موشک هستن که به سوی اسرائیل از اونجا شلیک میشده و همچنین انبار مهمات و انبار پهپادهای حزب الله لبنان. برخی در اسرائیل بر این باورند که این امکان وجود داره که اسرائیل خودش را برای یک حمله بزرگ و گسترده در داخل لبنان آغاز میکنه، در حالی که در نوار غزه به نظر میاد که اون جنگ بزرگ و گسترده رو به پایان هستش و آنچنان اسرائیل به گردانهای زیادی در اونجا احتیاج نداره. شب گذشته هم شبکه المنار لبنان گفت که ارتش اسرائیل حدود 20 حمله هوایی در مناطق زبکین، اشتیه و القلیه در جنوب لبنان انجام داده، 10 حمله دیگر هم در مناطق مانند ناقورا و مناطق دیگری هم انجام شده. اهداف این حملات همانطور که گفتم ده ها سکوی پرتاب و انبار مهمات متعلق به حزب الله بوده. از تصاویری که به انتشار پیدا کرده نشان دهنده اوج گسترده این حملات هستش. خب بابک، دیروز سخنگوی ارتش اسرائیل جزئیات و تصاویر تازه‌ای از کشته شدن 6 گروگان اسرائیلی در غزه انتشار داد. بیشتر از سخنان و این تصاویری که همین چند لحظه پیش هم دیدیم برامون بگو. بله، شب گذشته دانیل هاگاری سخنگوی ارتش اسرائیل شخصا وارد تونلی در تل سلطان در غرب شهر رفح شد که در اون حماس 6 گروگان اسرائیلی را که قبل از رسیدن سربازان اسرائیلی به محل اونها به قتل رسانده بود نشون داد. در اونجا مدارک و ابزارهایی را که در تونل جا مانده و از جنایات و حتی سنگدلی افراد حماس با گروگان‌ها قبل از کشته شدن اونها نشان داده میشه پرده برداشت. هاگاری سخنگوی ارتش پس از انتشار این اسناد گفت ما این اسناد را به زبان انگلیسی هم پخش میکنیم تا جهان از شرارت حماس و سنگدلی اون آگاه بشن که چگونه وحشیانه با ربوده شدگان رفتار کرده. این 6 گروگان که 11 ماه در این تونل نگهداری شدن در شرایط بسیار غیر انسانی به قتل رسیدن. بر اساس گزارش دانیل هاگاری دو تونل بسیار باریک هستش، عرض اون بین 60 تا 90 سانتی متر هستش، ارتفاع اون کمی بیش از 1.5 متر هستش، به طوری که یک انسان کامل نمیتونه در اون به راحتی بیسته. اجساد گروگان ها در چندین نقطه جداگانه در این تونل در عمق حدود 20 متری پیدا شدن، یعنی در حقیقت یک اتاق هم نبوده، فقط یک تونل انتقالی بوده که در همان 60 سانتی متر عرض 11 ماه این 6 گروگان در 20 متری زیر زمین پیدا شدن. در این تونل هیچ سرویس بهداشتی وجود نداشته، بطری های ادرار را در اونجا پیدا کردند که گروگان ها در شرایط بسیار سختی در اونجا بودن، دچار گرسنگی بودن و حتی وزن ادن یروشالمی یکی از این گروگان‌ها به 36 کیلو کاهش پیدا کرده. در این ویدیو هاگاری به تونل باریک و کم ارتفاع اشاره میکنه و میگوید که ورودی اون در یک اتاق کودکان هستش که عکس‌های والت دیزنی هم در روی این دیوارها نشان داده میشه. در کنار اون لکه‌های خون خوش شده ای هم نشان داد که در اونجا در زیر رطوبت بسیار زیاد نشان دهنده زمان کشتار این 6 گروگان هستش. ممنونم از توضیحاتت، بسیار تکان دهنده. بابک اسحاقی همکارم از تل‌آویو.